خیلی ها مشکل اینو دارن که از همون اولی که میخوان شروع بکنن دنبال اینن که چی باشه و چطوری بکشن و کلا دنبال همچین کارهایی هستن و از یادشون میره چقدر باید تمرین کنن تا به یه چیزی برسن من بینیم و امروز قرار در مورد این حرف بزنیم که آرت استایل چیه چطوری پیدا میشه چه اتفاقی بعدا میفته و کلا همه چیز در موردش رو بگم بهتون تا بفهمین چی به چیه پس بریم که ویدیو رو شروع کنیم قرار نیست بیاد شروع میکنم حالا نکته اول این که نباید دنبال آرت استایل باشین از همون اول آرت استایل چیزی نیست که همون اول دستتون اومد به قلم و شما آرت ستایل دارین همونجا دارین نقاش میکشین و یک صفحه دارین آره همچین چیزی نیست در واقع آرت ستایل چیزیه که شما به مرور زمان یواش یواش اونو درست میکنین اگر دقت کنین هر طراحی یک سبک خاصی داره و اونم نش دلیلش, دلیلش اینه که اونا به چیزهای متفاوتی نسبت به همدیگه علاقه دارن به همدیگه علاقه دارن مثلا یکی بیشتر دوست داره که ماشین بکشه و یکی بیشتر دوست داره که شخصیت بکشه اونی که بیشتر ماشین بکشه همیشه یک جور ماشین نمیکشه نسبت بقیه مثلا همون داخل کشیدن ماشین سعی میکنه فقط سیاه قلم بکشه یا که دیتیل خیلی زیاد بده و فب... فب... و فقط لاین آرت ماشین رو بکشه و سایه نزنه و یکی دیگه برعکس همین برای طراحی و شخص شخصیت اینا خیلی هم میان طراحی انیمی انجام میدن کارتونی انجام میدن واقع گرایان طراح چهره یا هر چیز دیگه به جز اینا برای نوع رنگ مثلا تو برای اینکه بخوای یک حالت رنگ خاصی یاد داشته باشی در واقع اینجوریه که تو میری و از یک طراح دیگه ای که دوست داری میبینی از رنگ خوشت میاد آمز... همون آموزشش رو میبین. آموزشاشو میبینی روش طراحیشو تست میکنی تمرین میکنی آرت استایلشو و یعنی به عنوان تمرین مشکل نداره و اگه بخوایی اگه بخواین کپی پیست کنین چرا مشکل دارین مشکل داره نباید همچین کاری بکنین و اینکه بعد این مدت تمرین کردن این سب مثلا این شخصیت که داره طراحی میکنه شما از این هنرمند فقط حالت رنگ آمیزی کردنشو دوست دارین و از یه طراح دیگه حالت مثلا چهره صورت همچین چیزایشونو دوست دارین برای همین شما میاین این, این دوتا رو با هم دیگه ترکیب میکنین و موقع کشیدن شما امکان نداره که بتونین سبک یکی دیگر رو کپی بکنین هر کاری بکنین یعنی میتونین کپی بکنین ولی به مرور زمان بعد این مدت هر کاری بکنین موقع کشیدن یک حالت خاص متفاوتی داره بس چون که شما اون یک شخص نیستین و علایقتون فرق میکنه چیزی می کشین با اون یکی هم حتما قرار فرق داشته باشه آره بعد یه مدت ترایی زیاد شما یواش یواش پیشرفت میکنین و چیزهای بیشتری یاد میگیرین سبکای دیگه میکشین همه چیزها با هم دیگه ترکیب میکنین تو طراحی به یک حالتی میرسین که فقط چیزایی که دوست دارین رو با هم دیگه ترکیب میکنین و چیزی که میخواین رو میکشین و در نتیجه بعد سالها این میشه آرت اینجوری نیست که مثلا همین الان بیاین و نمیتونین دست و پا بکشین بگین من کلا میخوام به آرت داشته باشم که نتونم نخواد دست و پا بکشم این آرت نیست بیشتر بده بیشتر هستش داره همین نباید که وقت خودتون رو تلف کنین با همچین چیزایی و این که شما آرت همیشه تقریبا نکه همیشه بیشتر مواقع یکی نمیمونه و خودتون تغییراتش رو حس میکنین شاید مردم حس نکنن ولی خودتون اسم میکنین با پیشرفت بیشتر و یادگیری چیزایی بیشتر شما همین باعث میشه که شما چیزای بیشتری به طرحتون اضافه کنین و کیفیت کارتون بره بالاتر و به یک خاص بودن خاصی برسه همچین خودتون متوجه میشین حالا یک سری نمونه میذارم به چپ و دقت کنیم میتونی متوجه بشین چی میگم من خودم هم هنوز آرت خیلی خاصی ندارم یعنی که فقط دارم یاد میگیرم سبک های دیگه رو تست میکنم هر چیز هر جوری که دوست دارم میکشم تا ببینم در آخر با ترکیب همه اینا به چه نتیجه میرسم و چه سبکی رو چرا از همه روزا همین الان روش رنگ آمیزی کردن و سکیت زدن اینا رو یک حالت های خاصی دوست دارم که میزنم همیشه با اونا مگه مگه اینکه کار خیلی خاصی باشه بخوام یه سبک دیگه بزنم خیلی از طراح هم چند تا سبک دارن یعنی که یک سبک برای طراحی کمیک مثلا یک سبک برای طراحی انیمیشن و یکی برای طراحی های ساده و اینا سبک های فری هستش پیش بعدش هم این که سبک آدم بعد یه مدت میشه امضای اون طراح نمیخواد دیگه مثلا نیاز بشه که شما امضا بزنین نکته اینجاست که مثلا خیلی از طراح ها رو فقط با دیدن طراحیش میتونین بفهمین که اینو کی اینو طراحی کرده و خیلی هم که میان این ترا کپی میکنن وقتی که ترشو میبینین مستقیم به همون تر میرسین مثلا من خیلی به سمدوز ارد نگاه میکنم برای همین خیلی شباهت ها میشه دید یک جوها از سر من برای همین همچین حالتی میشه و حالا نتیجه گیری نهایی اون هم اینه که شما نمیتونین همین اول زرتی بیاین بی و بگین آرت استایل داریم و همه چیز رو بهانه کنین برای که نکشیدن خیلی چیزا برای همین سعی کنین همون اول شروع کنین به تمرین زیاد و چیزهایی مورد بکشین تا در نتیجه یواش یواش آرتستایلتون درست بشه خب خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدین امیدوارم که یه چیزی ازش یاد گرفته باشین مثل همیشه برای ویدیو بعدی سعی میکنم یه چیزی دو, دو بسازم اگه دو هفته دیگه طول نکشه کشیدنش کشی آره توی این اسلام جدیدن فعالیت رو بالا بردیم بیاین فالو کنین از اونجا و, و اگه یه نفری هم تا اینجا داره ویدیو رو میبینه دمت گرم تا ویدیو بعدی خلا.